آیا خلاقیت در درون انسان زاده می شود یا مهارتی است که می توان به بار آورد؟ این روزها بسیاری فکر می کنند آموزش خلاقیت موفقیت آمیز بوده است. خیلی از کودکان با سرگرمی لگو بزرگ می شوند، اما یا می توان سیستم آموزشی را کلن بر اساس مکعب های لگو به وجود آورد؟ شاید باور نکنید، اما چون این مدرسه در دانمارک وجود دارد. به این مدرسه رفته ایم تا ببینیم چگونه این کار ممکن است. مدرسه بین المللی بیلوند در دانمارک به تازگی بر اساس سنت‌های آموزشی این کشور و رویکرد خلاقانه گروه لگو احداث شده است. در اینجا دانش آموزان می‌آموزند چگونه مهارت‌هایی برای کنجکاوی و ابتکار کسب کنند. لایگوت به زبان دانمارکی یعنی خوب بازی کن. شرکت بزرگ لگو بیش از 80 سال پیش بر اساس همین دیدگاه توسط کری کریستینسن بنا شد و بخش خیریه شرکت یعنی بنیاد لگو ایده بازی خلاقانه را با اهدای این مدرسه واقعیت بخشیده است. مدیر این بنیاد میگوید خلاقیت در اثر جرقه‌های رخ می‌دهد که زاییده بازیگوشی کودکان است. کودک در حین بازی چیزی می‌سازد، وسایل بازی را به دیگران می‌دهد و فکر می‌کند. در این هنگام است که ایده‌های جدید به ذهنش می‌رسد. در چنین نقاطی است که حالت بازیگوشی ذهنی چارچوبی برای آزمودن اندیشه‌ها فراهم می‌کند. مکعب‌های پلاستیکی لگو ابزاری جدی آموزش در کلاس‌ها هستند. همه کودکان بازی لگو را میشناسند و فکر میکنم برایشان خیلی جالب باشد که این بازی را برای یادگیری به کار ببرند. کار کردن با لگو باعث میشود کودک در فرایند یادگیری فعال شود و به جای اینکه پشت نیمکت به حل مسائل ساده ریاضی مشغول شود، دستانش را به کار بیاندازد. بسیاری از والدین کودکان در شکل گیری این مدرسه مشارکت داشتند و برخی از آنها از نتایج به دست آمده شگفت زده اند. کودکان با درس روباتیک شروع کردند. اگر دست من بود به این زودی چنین درسی را شروع نمی کردند. اما چون با لگو آموزش می بینند، درس طوری طراحی شده که کودکان کوچک بتوانند با روباتیک آشنا شوند. کودکان برنامه نویسی می کنند و ربات خلق می کنند. باور نکردنی است. اما تمام درس ها به مکعب های لگو محدود نمی شود. برنامه درسی این مدرسه سیستم دیپلم بین المللی مبتنی بر یادگیری از راه تحقیق و جستجو را در بر می گیرد. وقتی حس کنترل و مقداری مسئولیت یادگیری را به کودک می دهید، یادگیری خیلی هیجان انگیزتر می شود. در واقع در این مدرسه بین المللی هیچگاه نمی شنوید که کودکی بگوید من ریاضی را دوست ندارم یا نمی خواهم این درس را یاد بگیرم، برای اینکه آموزش در اینجا به شکل جعبه های جدا از هم در نیامده. بنیانگذاران مدرسه بین المللی بیلوند معتقدند که باید از چارچوب‌های فکری معمول بیرون رفت. در بررسی‌هایی که با بودجه بنیاد لگو انجام شده، بر روی کار خلاق تأکید شده و همچنین که توانایی‌های علمی به تنهایی کافی نیست.